ولی تو ایران خیلی اجتماعی بود. شما وقتی پول می‌خواستین قرض بگیرین از دوستاتون، آشناهاتون، فک و فامیلتون قرض می‌گرفتین. اعتبارتون توی خانواده خودتون ساخته که آشناهای خودتون بهتون اعتماد کنن یا نه. در حالی که توی کانادا سیستم خیلی انفرادیه. این بانکی که برای شما پول قرض بده، دوست شما بهترین یاور شما که روزای سختتون بانکه. بانک هم برای اینکه به شما پول قرض بده شما رو یه عدد میشناسه. اون عدد در اصل اعتباری که شما میشه بانک و در کلات مجموعه اینجا ساخته. اون عدد میفهمه که چقدر به شما اعتماد بکنه یا نکنه. اون عدد یه چیزی یه فرض کنید که سیستم ترانسفرمر بین صفر تا 900 تو یه سیستم که یه ماده اکوفکس رو ترانسفرمر این دو تا اینا با هم فرق داره. در اصل اصولشون خیلی شبیه به هم دیگه است. بسته به اینکه شما چقدر از جای مختلف وام گرفتین، چقدر اصلا رفتین دنبال وام گرفتن، اینا یه کاری که کردین یه چیزی زنی که این عدد بالا پایین میشه. مثلا فرض کنین اگه چکتون برگشت بخوره اینجا یه 50 نمره اعتباریتون از دست میره. یه سیستم مرکزی هم وجود داره که همین کارتون داره رصد میکنه بهتون نمره میده. حالا مثلا میگم فرض کنین شما میخواین ماشین بخرید، وقتی دیگه جا اجازه میدید که چک کنه نمیخرید اینجا برای میخواید بخرید، این یه پیغام بعد به بانک میده که شما دنبال این هستین که اجازه میخواید دارین نمره خرید میکنه. عدد اعتباریتون رو میاره عدد اعتباری یا کردیت اسکور، این یه عدده. هر مثلا تو میخوام بریم وام بگیریم، فرض کنید اگه عدد اسکورتون بالا باشه، فرض بالا 850 باشه، با 1% ارزان‌تر بمونه با شما حساب کنید، چون ریسک بانک کمتر میشه. تا اینکه شما پول بانک ندین کمتر، شما آدم خوش‌حساب‌تری میشید. میخواین خونه اجاره کنید، میشه صاحبخونه ها دوباره که عدد اعتباری بوده 750 به بالا باشه، زیر 750 باشه به شما خونه اجاره نمیدن، چون ریسک داره براشون. یعنی شما در واقع باید عدده میشناسن. یه سری کارا هست این عدده میتونه ببرین بالا. اول اصلا یک کسی بام نگیره کار اعتباری نیکسه، خب عددی هم ساخته نمیشه براش. پس اینکه شما اعتبار بگیرید، بام بسازید و این وام شما رو پرداخت کردنش فورت فورت تا جایی که توانتون رو پرداخت کنید، الگوریتم به این شکل نوشته شده که به شما میادش امتیاز میده. فرض شما یه مثلا 100,000 دلار وام گرفتین، این 100,000 دلار اگه یه دفعه پرداخت کنید یه بار بهتون نمره میده، اما اگه این 100,000 دلار رو سه نوبت بین پرداخت کنید سه بار نمره رو میگیرید، عدد میره بالا. نشون که شما داشتید تمام توانتون رو میکردید هر ماه تا اونجا که دیدم رو کنید.